Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics مجموعه ارزشمندی برای ریشسفیدهای سبک فایتینگه. مجموعه‌ای که اجازه میده با شخصیت‌های مثل اسپایدرمن و وولورین به مبارزه با ریو و کن استریت فایتر بریم. همراه بررسی بازی باشین. کپکام تو سالهای اخیر مجموعه های با ارزشی از ساختهای کلاسیک خودش رو راهی پلتفرم های جدید کرد و این بار نوبت به بازی های رسیده که تو همکاری با شرکت مارول ساخته شدن و اولین بار به عنوان بازی آرکید به دست مخاطبا رسیدن. MVC Fighting Collection Arcade Classics شامل 7 بازی مختلف میشه که یکی تو سبک بیت ماپه و بقیه بازی های فایتینگ با محوریت شخصیت های کپکام و دنیای ابرقهرمانی مارول هستن. قطعا متفاوت‌ترین بازی مجموعه میشه The Punisher، دونست که یه تجربه بیت‌ماپ با حضور شخصیت پانیشر به عنوان کاراکتر اصلیه. بازی پانیشر با اینکه تجربه کوتاهی به نسبت بازی‌های امروز به حساب میاد، ولی با وجود گذشت بیش از 30 سال از انتشار هنوز هم گیمپلی خوش ساختی داره و مجموعه جدید کپکام این امکان رو فراهم کرده تا خیلی راحت و بدون دغدغه استفاده از امولاتورها بشه این بازی نایاب رو تجربه کرد. اما 6 تا بازی بعدی مجموعه MVC همگی آثاری تو سبک فایتینگ هستن. بازیه که برخی از اونها تو زمان خودشون حسابی مورد تمجید و تحسین قرار گرفتن و تایید انتشارشون تو قالب یک مجموعه موج شدیدی از خوشحالی رو بین طرفدار در پی داشت. نکته مشترک تک تک این بازی‌ها حضور شخصیت‌های از بازی فایتینگ کپکام کنار کاراکترهای معروف دنیای مارول. خود این ویژگی جذابیت زیادی داره، مثلا مبارزه کن یا ریو از استریت فایتر با شخصیت مثل اسپایدرمن و وولورین حس خوشایندی به گیمر رو نبردهای بازی میده. بازی‌های این کالکشن صرفاً یه عرضه مجدد ساده نیستن. به بیان بهتر، ما فقط با یه امولاتور رسمی از کپکام طرف نیستیم و شرکت ژاپنی سعی زیادی کرده تا بازی‌ها به بهترین شکل به دست کاربرای امروزی برسن. اولین نکته مهم تو این راستا اجرای روان بازی هاست. منظورم از روان بیشتر روی نبود اینپوت لگ متمرکزه که تو بازی‌های فایتینگ اهمیت زیادی دارن و معمولاً تو شبیه‌سازا میتونه مشکل جدی باشه. ولی تو کالکشن جدید کپکام همه چی بدون تأخیر رجیستر میشه و میتونید کمبوها رو راحت اجرا کنین. نکته مهم بعدی، اضافه شدن امکان تجربه آنلاین، اونم با استفاده از تکنولوژی رول بک نت کد که باعث میشه شاهد مسابقه های آنلاین روون و بدون تأخیری باشیم. بخش آنلاین بازی ها گستردگی خوبی داره و حتی یه حالت امتیازی هم براش در نظر گرفته شده که حسابی بازار رقابت با گیمرهای دیگه رو داغ میکنه. مخاطبای کالکشن جدید کپکام همینطور میتونن بخش آموزشی بازی ها رو تجربه کنن که کمک زیادی به یاد گرفتن کامبوها و حرکت های ویژه شخصیت ها میکنه. و حتی اگه تجربه تک نفر بازی براتون سخت یا زیادی راحت به نظر رسید، میشه از تنظیمات درجه سختی بازی ها رو کم و زیاد کرد که همه اینا باعث میشن تا تجربه کاربری در مجموع بهتر بشه و همونطور که اشاره کردیم صرفا شاید یه پورت ساده و سطحی نباشیم. راستی باید به بخش موزه هم اشاره کنیم که شامل میوزیک ها و تصاویر هنری با کیفیتی از بازی ها میشه و حسابی نوستالژیکه. اما با وجود همه نکات مثبت کالکشن MVC، یه سری نکته هم راجع به ارزش خریدمون وجود داره. بازی های این مجموعه قطعا از نظر گیمپلی آثار ارزشمندی هستن و خوره های سبک فایت قراره حسابی از ریزکاری های اون لذت ببرن. اکثر نسخه ها ویژگی تک تیم رو دارن و میتونید کمبوهای ترکیبی رو با 2 شخصیت و توی MVC 2 با 3 شخصیت اجرا کنید که واقعا لذت بخشه. حتی گرافیک بازی ها هم با وجود قدیمی بودن اونا جزئیات پیکسل آرت خوبی داره و نمیشه گله ازش گرفت. ولی در نظر داشته باشید که بعضی از این بازی ها حتی تو زمان عرضه هم به دلیل شباهت بیش از حد به همدیگه مورد نقد قرار گرفتن و با کنار گذاشتن پانیشر که کاملا یه بازی دیگه است، نباید انتظار داشته باشید که 6 تا بازی دیگه 6 تا تجربه کاملا منحصر به فرد باشن. در واقع تفاوت اصلی تو اکثر نسخه‌ها صرفاً حضور چند کاراکتر متفاوته و بقیه موارد از گیمپلی گرفته تا حرکات شخصیت‌ها شباهت خیلی زیادی به همدیگه دارن و حتی طراحی مدل اونها هم عین همه. این موضوع کنار برچسب قیمت $50 کالکشن MVC رو تبدیل به یه مجموعه خاص پسندی میکنه. به بیان بهتر، کالکشن مارول ورسس کپتان بیشتر برای اون دسته از گیمرها ساخته شده که تو دوره دستگاه‌های آرکید یا کنسول‌های قدیمی علاقه زیادی به بازی‌های این مجموعه داشتن و حالا میخوان با ویژگی‌های مثل حالت آنلاین روی پلتفرم‌های امروزی خاطره‌هاشون رو زنده کنن. اگه شما هم جزو این دسته از گیمرها هستین، قطعاً نباید مارول ورسس کپکام فایتینگ کالکشن آرکید کلاسیکس رو از دست بدیم. ولی اگر این صورت پیشنهاد میکنم حداقل تا زمان تخفیف خوردن مجموعه برای خریدش صبر کنیم.